خب چگونه حضرت منتظر ماست؟ میخوام به این سوال پاسخ بدیم. حضرت چگونه منتظر ماست؟ شما شب گذشته از رسانه ها شنیدید که دادستان محترم کل کشور آمد نشست 2 ساعت توضیح داد در مورد این اختلاس 3000 میلیاردی. من کاری با مسائل سیاسی و مدیریتیش ندارم، هرچی ضعف مدیریتی هرچی غیر ازالی که به من مربوط نیست، من در حوزه نظری مسئله بحث میکنم. شد یک نفر بیاد بپرسه اصلا توی حکومت دینی بانک چه کار میکنه؟ بانک در یک حکومت دینی چه جایگاهی داره؟ کی میتونید این سوال پاسخ بدید که بپرسید بانک کی به وجود اومد؟ بانک چجوری به وجود اومد؟ بانک رو یهود به وجود آورد. یهود در تلمودش داره که ربا دادن بین یهود حرامه، ولی یهود میتونه بیرون از یهود ربا بده. اساس و فرمول و دکترین شکلگیری بانک نهادی است که میخواد ربا بده اما بیرون یهود. هر کسی از راه رسید گفت این اسلامیه، بدونید نه سواد فقهی داره نه سواد علمی و مدرن در مورد غرب. آقا بانک تو کی کدوم بانک داری اسلامی؟ مگر این دفعه در دیدار با خبرگان رهبری بعد ماه رمضان خود همین مقام معظم رهبری نفرمود به خبرگان که برید بنشینید یه فکری کنید برای این قضیه بانکداری بدون ربا؟ همونجا اشاره داشت که آقا جان به این آقایانی که از قم آمدن میگم که برید بنشینید در قم یک درس خارج بگذارید، یعنی مسئله شو ندارید. وقتی میفرماد برید یک درس خارجی بگذارید اینو روشن کنید، یعنی کسی در موردش چی نمیدونه. منتظر واقعی ظهور یعنی کسیست که الان تردید کنه به این که در 30 سال گذشته نگین معماری در جامعه ما و شهرسازی ما شده ساختمان بانک. نقدینگی رو از دست مردم بی سر و صدا جریان لیبرال در کشور ما در آورد از چنگ مردم و هر شهر و روستایی برید زیباترین ساختمانی که درست کرده بانکه. منتظر مهدی کسیست که بداند مخل حرکت مهدویت ربای سازمان یافته است. ربای سازمان یافته یعنی بانک. اگر میبینید صدا از خیلی ها در نمیاد، یا سوادشو ندارن یا یارای طرح جایگزینشو ندارن. متوجه میشید؟ ببینید اگر بانک خوب بود نباید بنیانهای نظام سرمایه‌داری در جامعه ایالات متحده فرو میریخت و در 4 سال گذشته 1000 بانک میپاشید. چرا هیچ استاد بانکداری در کشور ما نمیاد بشینه تو تلویزیون حکومت دینی به مردم بگه چرا 1000 بانک متزلزل شده؟ اگر این بانک مؤثر است که مؤثر نیست، چه اصراری دارید هر صبح و شب توی تلویزیون حکومت دینی با پول بیت المال مسلمین این رو به خورد مردم بدید؟ به جای محاکمه کسانی که 3000 میلیارد اختلاس کردن، باید مدیران صدا و سیما رو شما محاکمه کنید که صبح تا شب بانک تبلیغ میکنند. فرمود لا تاکل ربا. ربا جنگ با خداست. آمریکا نیاز نداره کسی باش بجنگه. آمریکا با 10000 کلاهک اتمی که میتونه چند بار کره زمین رو نابود کنه به مثابه قالب یخی است که وسط ظهر تابستون گذاشتید تو آفتاب داره آب میشه، چون به جنگ با خدا رفته. کسی که به جنگ با خدا بره کار بیهوده ای کنه که آرام آرام اینجوری خدا آبش میکنه، ذلتش رو نشون میده. بعد شما ببینید ریختن 6 هفته است توی خیابونای آمریکا وال استریت رو اشغال کنن علیه بورس. هر شب توی این جامعه و حکومت یک نفر میاد توی تلویزیون میگه امروز وضع بورسمون خیلی خوب بود، بلوک های جدیدی رو فرستادیم امروز در این حوزه عمل کنه. نونی که میبری تو خونت شبهناکه، فرداش تو خیابون دختر و پسرت گشت ارشاد بعد باش برخورد کنه. میدونی؟ چون وجی تسبیح ریش چادر و مقنعه انگشتر عقیق دین فردی و شخصی، اما در عمل سکیولار، در عمل لیبرال، در عمل لیبرال. لذا مهدی منتظر ماست. کی گفته ما منتظر مهدی هستیم؟ رفتن به سمت حضرت اینه که بت‌ها رو بشکنید. روزی که ابراهیم خلیل بتی رو شکست خورد کرد و تبر رو گذاشت رو دوش بت بزرگ، آمد گفتن که تو بودی شکستی. گفت ببینید تبر رو دوش کیه؟ گفتن آقا
این بت که نمیتونه تبر رو بر... اه کسی رو میپرسته که نمیتونه تبر رو حتی برداره، نمیتونه خودشون نجات بدن که نشکرنشون. بت‌ها رو شکست. 2400 سال بعد، 2500 سال بعد جوری به استراتژی ابراهیم خلیل حمله کرد که آمد بت‌ها رو گذاشت داخل خونه کعبه. مسلمان، پیامبر تو در لا الهه الا الله اولین کاری که کرد عصای مبارکش آمد توی خانه کعبه انداخت گردن لات و عزا، انداخت شکستشون، گفت اینا رو ریختم بیرون، به بلال گفت برو بالا اذان بگو. شیطان 2500-600 سال بعد از ابراهیم خلیل به استراتژی ابراهیم حمله کرد، گفت حالا همه رو قبلمند میکنی، میرم بت رو میذارم تو خود خونه کعبه که هر کس به اون سمت نماز گذاشت و اونجا طواف کرد بت‌ها رو طواف کرده باشه، پوسته کعبه اما قلب و مغزش بت. حضرت در شرایطی ظهور میکنه که کارش از ابراهیم خلیل و از کار پیامبر جلیل القدر اسلام دشوارتره. اونا بت عینی رو میشکستن، این باید بت مفاهیمی که در قلب و ذهن ما قرار داره رو بشکنه. میره تو این دانشگاه میشید دکترای بانکداری، میره تو این دانشگاه میشید استاد روانشناسی، استاد مثلا فلسفه، استاد جامعه شناسی، استاد اقتصاد به تعبیر موامزم رهبری آدام اسمیتی، این بت تو ذهنتون قرار میگیره. اون وقتی ظهور کنه اولین کاری که میکنه این بت‌ها رو در ذهن من و شما میشکنه. تعریف جنگ نرم چیه تو پنتاگون 1993؟ The battle for hearts and minds، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. چطور قلب و ذهن شما رو گرفتن؟ با اینکه کسی دیارالبشر تو این 75 میلیون نفر جرئت نمی‌کنه روبروی بانک بیسته، جوری دست و پای مردم رو به مفاد این بانک آلوده کردن و مردم رو زمینگیر کردن که اصلا عجیبه شما علیه بانک توی مملکت حرف بزنید. عجیبه. 30 ساله در طول 1000 سال گذشته هیچ شاهی جرأت نکرد بالاتر از مناره‌ها و گلدسته های مسجد ساختمون بسازه. 30 ساله در جمهوری اسلامی مسجد در سایه بانک قرار گرفته و بانک شده سجدگاه مردم. فکر میکنید اینطوری نیست؟ برید تو خیابان قزوین نگاه کنید. اختلاس 3000 میلیاردی یه قلم این افتضاحه. مدیران چی داری عوض میکنی؟ وجودشو دارن استادای علم بانکداری پاشو رو بذارن وسط و ثابت کنیم که این حرف حرف کفره و اونا عملی شیطانند. وقتی اعتراض میکنید بهشون بانک مرکزی بیانیه میده میگه ما شورای فقهی داریم، برو اعضای شورای فقهی تو نگاه کن ببین چقدر وام گرفتن. فرمود لا تأکل ربا. اگه شما نشستید ببینید ما این بت‌های فکری و ذهنی رو اجازه میدیم آرام باشن در ذهن مردم، کور خوندی دوست عزیز، برو مدرک تو بشور. لذا مرجع عالم ارشد شیعه میاد میشیند میفرماد که آقا 24% رباست، طرف بیانیه میده نگه ما کارشناس داریم، تو کارشناس داری تو فقه یا اون؟ میگه آقا 4% بیشتر رباست. ببینید چقدر وقاحت داره حرکت در بانک مرکزی این مملکت که وام 400,000 تومان به شما میدن، 2,000,000 تومان که با این وام برید حج عمره. یک ماه پیش آخر شهریور افتضاحش که در اومد دیدید دیگه، از همه مراجع استفتا کردن گفتن حرامه، از شخص رهبری استفتا کردن گفت حرامه. کی؟ نهاد برگزار کننده حج، سازمان حج و زیارت، حج و اوقاف. چیه؟ رفت روبروی بانک مرکزی ایستاد، دستشون کشید به رسانه ها. تا کجا جلو آمده بانک؟ تا جایی که برای فعل مستحبی مثل حج عمره فعل حرامی به نام ربا رو میذاره تو کاسه کوزه مردم، سوای کسی در نمیاد. میدونید چرا؟ چون اون استاد دانشگاه اگه بیاد علیه این حرف بزنه خودش میره زیر سوال، چون اون استاد حوزه خودش میره زیر سوال که فکر جایگزین تولید نکرده. مهدویت و زمین سازی برای ظهور اینه که پیشا پیش به استقبال حرکت حضرت برید بت‌هایی که در ذهن و قلب مردم نشسته رو بشکنی. اگر اقتصاد در حکومت دینی مالکیت درجه دوه، به تعبیر شهید صدر، به تعبیر شهید بهشتی، چرا امروز مالکیت درجه یک لیبرالی مبنای عمل اقتصاد حکومت ماست؟ این حرفه. دیارالبشر تو این زمین هست که بتونه جواب اینو بده، اینو رد کنه؟ شرمنده ام. هی فرمود کرسی نظریه پردازی، کرسی نظریه پردازی. کدوم استاد اقتصادی رو دارید که مثل همون مرحوم شریعتی تونسته باشه یک کرسی نظریه پردازی مثل حسینی ارشاد را بندازه؟
کدوم استاد حوزه رو میشناسید که مثل مرحوم مطهری بره تو مسجد عجباد یه کرسی نظریه پردازی را بندازه؟ لذا سر تنبلی و سر بی تحرکی تنها چیزی رو که منکر میشیم اینه همینجوری میستیم نگاه میکنیم. ما برای حضرت ظهور میکنیم، تلویزیونی که صبح تا شب داره تبلیغ میکنه برای بانک، به مردم میگه مردم مطمئن باشید، آرامش داشته باشید، بانک خوب بانک سرمایه است. هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد، رئیسش میذاره فرار میکنه کانادا. اگر بانک خوب بانک سرمایه است و هر کجا سخن از اعتماد است نام بانک کشک و پش میآید، آقایون مسئول صدا و سیما، مرگی که در راه مرحوم کردان بود در راه شماست. مرحوم کردان خدا دوستش داشت تو این کره زمین، تو این عالم خاکی آبروشو برد و از دنیا بردش. خدا رحمت کنه مرحوم کردان رو. بنیان تبلیغات در تلویزیون رو اون خدا بیامرز گذاشت. دیدید چطور آبروش تو این دنیا رفت و چطور از دنیا رفت. خدا رحمتش کنه. اونو خدا دوست داشت. خدا میدونه ماها رو اگر دوست نداشته باشه ما رو با چه ذلتی میبره وقتی سکوت کنیم. لذا من تعجب میکنم 4 تا مدیر بانک عوض میکنن، 4 تا نمیدونم آدم پرونده این بر اون بر میارن. آقا اگر واقعا این بانک قابل اعتماد بود چرا باید داخلش 3,000 میلیارد اختلاس بشه؟ وقتی نقیض این اعتماد وجود داره، شما چه اجازه داره صبح تا شب مردم از تلویزیون و حکومت دینی به مردم پیام مثبت این قضایا رو بدید؟ آقا بورس اون طرف دنیا داره میپاشه، مردم ریختن تو خیابون که توی لندن، توی آلمان، جلوی خود نهاد اتحادیه اروپا همه جا دارن اشغال میکنن بازار بورس رو. تو ایران هر شب یکی میاد تو تلویزیون میگه وضع بورس ما خیلی خوبه. نکنه ما یه بورس جدیدی ایجاد کردیم که هیچکس خبر نداره؟ صحبت من با شخص رئیس جمهور مملکت، آقای اصولگرا، دوست عزیز، نمیگم اون روزی که قرار بود از جیبت یه لیستی در بیاری مفسدین رو نشون بدی اون رو رو کن، دارم بهت میگم پشت سر دولت تئوریسین های اقتصادی یکی پس از دیگری لیبرال تر از هم دیگر. اگر جرأت میکنن عناصر تئوریسین های اقتصادی دولت جناب عالی بیان بنشینن مناظره میکنیم، اگر ثابت کردیم که اینها در اقتصاد لیبرالی نفی مالکیت درجه یک در دین و زمین سازی ربای سازمان یافته رو رقم زدن، شما دولتت حق داره اون روز بیاد دوباره خودشو برای مردم بگذاره. بیاد ثابت کنید که اینطوری نیست. پشت سر وزیر اقتصاد شما تو کارگروهاش اسم ببرن کدوم آدم های استاد لیبرال اقتصاد دانشگاه علامه قرار دارن؟ قرار نبود ما در حکومت دینی معیشت مردم رو دست اباحیگری و لیبرالیسم بدیم. امام راحل وقتی که آقای منتظری رو عزل میکرد تو نامش میفرماد تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. زمین سازی برای ظهور با بانک نمیشه، با بورس نمیشه، با تبلیغات بورژوایی تو رسانه ملی نمیشه. چقدر از این تجمعات تو سراسر کشور برای زمین سازی ظهور برگزار میشه؟ قدم عملی باید بردارید. قدم عملیش اینه که بوتی رو که تو ذهنتون از مدرک ساختن بشکنید. هر شب دیدید تلویزیونی که چیپس و پفک و بانک و مدرسان شریف تبلیغ میکنه. به قدری وقاحت علمی پیدا کردن، وقاحت علمی که میان توی تلویزیون حکومت دینی تبلیغ میکنن دکترا و فوق دکترا با تست کنکور. من ایستادم ببینم شورای انقلاب فرهنگی موضع میگیره، دیدم بی سوادتر از خود دوستان شورای انقلاب فرهنگی خودشونن. آخه دوست عزیز دکترا رو که دیگه نمیشه با تست کنکور موفق بود داخلش. وزارت علوم ایستاده راست نگاه میکنه تست میزنن مردم کنکور دکترا میدن. بابا دکترا در همه جای عالم اینجوریه که یه دانشجوی دکترا میاد پیش یه استاد راهنمایی، مسئله موضوعی که میخواد در آینده تحقیق کنه رو قبل از اینکه کنکور بده معین میکنه که من دانشجوی برگزیده فوق لیسانسم، تموم کردم، روی همچین نظریه‌ای میخوام کار کنم. اون استاد راهنما میپذیره که با این آدم شروع کنه کار کردن، این رو معرفی میکنه، بعد این تو فضای کنکور میاد شروع میکنه. آرام آرام اون استاد این یک نفر رو با درسایی که معرفی میکنه استاد دیگه هم باید بگذرونن میبرن جلو. شما وقتی دکترا رو تبدیل کردید به یک دبیرستان، معلومه که طرف باید با
این موارد بیاد بالا. لذا آب گرفتید به مدرک گرایی، آب گرفتید به تغذیه مردم با چیپس و پفک، آب گرفتید به اعتقادات مردم با ربای سازمان یافته، صدای هیچ کس هم در نمیاد. چرا انقدر انسان باید یقه خودشو چاک بده، گلو خودشو پاره کنه؟ تازه میفهمیم انبیا چی میکشیدن. حرفی که میزدن مردم تعجب میکردن، ای بابا نیاکان ما بر این مسیر بودن، نیاکان ما بر این مسیر بودن. امروز شما نگاه میکنید، ای همه بزرگان جامعه که وام میگیرن، همه که اسیر بانکن، همه که بزرگان بانک همه ریش دارن، تسبیح دارن، بچه حزب الله از جبهه رفتن، توی جلسه میشنن، یکی پاشو در میاره میذاره کنار، اون یکی اما چطور مهدی منتظر ماست؟ حالا به این پاسخ بدیم. مهدی اینگونه منتظر ماست که بایستی پلن جامعه مهدوی و جامعه هجری رو مشخص کنیم. به این معنا هرم جامعه هجری در آنچه که غربی‌ها بهش میگن دانش استراتژی، اینجا به تعبیر مقام معظم رهبری نظام سازی، این پلن 4 لایه داره: لایه دولت سازی، نظام سازی، ملت چینی و چینش ملک زمین. غربی‌ها برای هر کدوم بین 25 تا 50 سال پروژه تعریف میکنن. این پروژه ها عموماً 200 سال طول میکشه. جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته در هر کدوم از این 4 لایه متوسط مثلا 20% 30% جلو رفت. مثلا در دولت سازی که 4 نهاده: نهاد ولایت فقیه، نهاد ریاست جمهوری، نهاد تقنینی یعنی مجلس و شورای نگهبان و نهاد شوراهای شهر مطرح شده. شما این دفعه در کرمانشاه از رهبری شنیدید که ایشون تاکید داشت ممکنه یه روز به این نتیجه برسیم که مدل ریاستی در شیوه جمهوری ما کارآمد نیست، بریم به سمت مدل پارلمانتاریستی. این کارها و این اقدامات پروژه دولت سازیه که داره بهینه میشه. این قسمت تقریبا از بقیه بخشا جلوتره. بخش دومی که خوب جلو رفته بخش ملت چینی ماست. در ملت چینی تقریبا میشه گفت در دفاع مقدس با شکل گیری یک جریان مردمی خاصی که امروز بخشی از اون به بسیج معروفه، ملت چینی ما یک سازوکار مناسبی پیدا کرد. اما لایه بین ملت چینی و دولت چینی، به این میگن لایه نظام سازی. همینطوری که این ساعت از قطعاتی تشکیل شده، در تئوری سیستم ها غربی ها میگن تعریف سیستم یعنی وجود ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با محیط خدمات باید ارائه کنه. یک اتومبیل یک کله، اگر یک قطعه کوچیکش نباشه کل اتومبیل حرکت نمیکنه. هر وسیله ای، هر سیستمی، یک جزءش اگر نباشه کل سیستم از کار میفته. جامعه هم یک کل سیستمیه، یک کل به نام نظام. این نظام یا سیستم به تعبیر غربی ها 1400 سیستم مطلقاً ضروری داره. 1400 سیستم داره. این 1400 سیستم یک دهمش در نگاه انسان شیعه، یک دهمش 100% قرآنیه، یعنی حدود 140 تاش 100% قرآنیه. تعداد قابل توجهش که در قرآن نیست در دیدگاه معصومین و ائمه آمده و بخشیش هم مربوط به خرد بشریه و لایه سومه. زمین سازی معرفتی برای ظهور که دیگه از حالت در واقع شعر بیاد بیرون، از حالت نگاه غیر فکری و غیر معرفتی بیاد بیرون، به اینه که مهدی که ما مدعیش هستیم و برای زمین ظهورش زمین سازی میکنیم، مدعی هستیم که زمین سازی میکنیم برای ظهورش، این نیاز داره ما مقدمات جامعه سازی مهدوی یا جامعه سازی هجری رو رقم بزنیم. این 1400 سیستمی که گفتم 1400 قطعه هست، این 1400 قطعه باید اسلامی بشه. یکی از این 1400 قطعه، قطعه ایست که امروز بهش میگیم بانک. اگر این بانک رو برداشتیم گفتیم نامناسبه، خب تو این ماشین میخواد چی بذاره جای این بانک؟ یه چیزی باید جایگزین کنید دیگه. اون قرض الحسنه ای که قرآن فرموده، اون چه نسبتی با این بانک داره؟ اگر گفتی تعلیم و تربیت امروز در آموزش و پرورش مبتنی بر نگاه فروید و ژان پیاژه است، اگه ورش داشتی چی میخوای بذاری جای این آموزش پرورش؟ اگر گفتی آموزش عالی این مملکت دکتر پروره، میخواید مثلا حکیم پروری کنید به جای دکتر پروری، چی میخوای جاش بذاری؟ چطور؟ این چطور رو در مورد 1400 گزاره باید پاسخ بدید.
1400 گذار. اگر الان حضرت حجت 1400 یک نفر داشته باشه، نه خیلی جمعی، 400 یک نفر انسان لایق نیاز داره که این بنیانها رو به لرزه در بیاره، این بت‌هایی که در ذهن مردم شکل گرفته رو بشکنه. مردم چه میکنن؟ مردم به دین ملوکشونن. ملوک جامعه هم امروز صدا و سیماست به شما میگه بیاید برید این تبلیغا رو گوش کنید، برید دکترا بگیرید، فکر میکنید خب خیلی خوبه. عمر جوانهای مردم رو پشت این صندلیات تلف میکنیم بدونی که درس به درد بخوری بهشون بدیم. عمر مردم رو تو سازوکارهای اقتصادی غلط، تو سازوکارهای صنعتی غلط هدر میدیم. کشوری که این همه منابع عظیم، این همه نیروی انسانی داره، باید این وضع زندگی مردم باشه؟ بعدم به اسم اسلام تمام بشه؟ این مسئله ماست. اگر قرار باشه در ذهن نسل بعد به خصوص نوجوانها اینجوری جا بیفته، اسلام همین است که اینا پیاده میکنن توش 3000 میلیارد اختلاس میشه. نخیر دوست جوان و نوجوان، اینی که دیدید لیبرالیسم اقتصادیه، اقتصادش کپیتالیستی و سرمایه‌داری، بانک مربوط به اوناست، دیدگاه میلتون فریدمن داره پیاده میشه، نئوکینزی ها تو این حاکمن، این نظریه ها بین میلتون فریدمن و کینز زد و خورد داره تو دانشگاه های ما، بعضی ها کلاسیکن بعضی ها نئوکلاسیکن. تو بازی های اینها ما داریم به روش اقتصاد مدرن عمل میکنیم. اینو به حساب اسلام نگذارید. اگر وارد دانشگاه میشید فرمود الحکمت و ظلت المؤمن، حکمت گمشده مؤمنه، بعدم رسول حکمت مخافت الله. هر نسبت رأس و سر به بدن چیه؟ نسبت حکمت هم اینه. هر قد حکمتتون بره بالاتر خوفتون از خدا بیشتر میشه. شما با دیپلم میاد دانشگاه یه نیمچه نگرانی از خدا دارید. هرچی این علوم رو تو علوم انسانی غربی تو این دانشگاه میخونید بیشتر به خدا بی نیاز و بی اعتماد میشید. پس معکوس این عمل میکنید دیگه. رأس الحکمت مخافت الله، رأس حکمت خوف از خدا، ولی رأس علم مدرن و ساینس امروز و دکتر شدن طغیان در برابر خداست. خب اینو چجوری میخوام عوض کنیم؟ یه نفر بشه نمی فکر کنیم. اگر گفتیم سازمان ورزش این مملکت اشجع الناس من غلبه هوا، شجاعترین انسان کسی است که به هوای نفسش غلبه میکنه، اگر دو تا قهرمان فوتبال این مملکت چون فقط 90 دقیقه برای مملکت میدونن توپ میزنن، اجازه دارن جلو چشم 100,000 نفر برن کنار زمین چمن سر پا بایستن ادرار کنن، تو شجاعترین انسان رو تربیت نکردی، تو داری حمالی میدی به شیطان. شیطان چنین ورزش‌های غفلت انگیزی میخواد. پس دانشگاه قفلت انگیز، ورزش قفلت انگیز، هنر قفلت انگیز، صنعت قفلت انگیز، بانک قفلت انگیز، مگر شیطان غیر از قفلت چیزی میخواست ایجاد کنه؟ بازم با این وضعیت دین مردم مونده. بعد یه دعای ویژه در حق حضرت کرد که چجوری داره خودش یک تنه مدیریت میکنه.